سلام بیننده عزیز، امیدوارم کجای هستین ساعت داشته باشین. اولین برنامه یادمان است با ملینا نوری. موضوع اولین برنامه معرفی کابل قدیم گرفتیم. داشته های زیاده در برنامه داریم، ما را همراهی کنید. کابل قدامت در حدود 3500 سال قبل دارد. در قرن پنجم میلادی نخست شاهان یفتلی و پس آنها هندوشاهان کابلی برای دفع تجاوز احتمالی بیگانگان بالای کوههای شیر دروازه و آسمایی به اعمار دیوارهای دفاعی دست یازیدند. بخش اعظم گذرها و محلات زیست کابلیان به نام‌های عارفان بزرگ، شخصیت‌های سرشناس اجتماعی و موجودیت اهل کسبه مسما شده بود. این نامگذاری‌ها کمتر از رسم دفتر و دیوان بهره برده‌اند، بلکه برداشت‌های سلیقه‌ای و عرف باشندگان کابل قدیم در ایجاد وجه تسمیه آنها نقش اساسی داشته است. به بیان دیگر، نامگذاری محلات زیست، کسب و کار شهروندان کابل از سوی بلدیه به عمل نیامده بود. در برخی مناطق به اصطلاح امروزی تأمین امنیت از سوی کاکه های کابل تأمین می گردید. کاکه های کابل شیر مردان سربکف، سخاوتمند، دلیر و با تقوا بودند. اصطلاحات کاکه بودن، کاکه رفتن و کاکه پوشیدن در فرهنگ مردمی افغانی تبلور کردار، پندار و گفتار نیک آن ابرمردان کابل است. خوشا عشرت سرای کابل و دامان کوسارش، که تیر بر گل می زند مژگان ارخارش. شعر بسیار معروفی است از صاحب تبریزی، زمانی که به دعوت بابر عازم هندوستان می شد، توقفی در کابل داشت. زیبایی های کابل، طبیعت کابل، فرهنگ کابل، برخورد مردم کابل طور اثرگذار بود بر صاحب تبریزی که نه تنها این شعر گفت، در محافل متعدد از کابل و کابلیان بسیار زیاد به نیکویی یاد کرد. کابل تاریخ داره، تاریخ کابل به هزارها سال برمیگرده. کابل معد مدنیت است. کابل را شما میتونین از لاولای آثار کهن، از آریانای کبیر و قبل از او و بعد از او بشناسیم. کابل میتونین شما در صفحات ریگویدا بزرگترین اثر یا کهن‌ترین اثر این سرزمین، کابل را شما میتونین در اشعار فردوسی بزرگ بشناسیم. کابل میتونین شما در وجود قهرمانان چون رستم بشناسین و ده ها نام‌آور دیگه در عرصه شعر و فرهنگ و علم و ادب و مسائل مختلف. استاد، میشه از تاریخ به وجود آمدن کابل بگوین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با ششمنداز از دیدگاه دور در عرف ادبی ما در شهر کابل. کابل در لای نوشته های از متفکرین و ادبای ما با یک وجه خاص تمثیل شده، یعنی قطره آبی که بر روی گل نشسته باشد. این تعریف از کابل در ادبیات کابلیان است.
در ادبیات ادبای کابلی است و این چی وجه داره بسیار جالب است. آب نمودی از تشبیه از آبنای بزرگ است که کابل خودش در وجوه تاریخی خود آبنای بزرگ، کاسه بزرگی از آب بود. بر برگ گل، برگی که وجوه جغرافیایی منطقه را در بر میگیره، در این وجوه وجه خاصش قطره آب است که کابل از او نامگذاری شده. یعنی که کابل در آغازین مراحل قبل از تاریخ در دوری از اسطوره ها که البته دستیابی به او کار دشواری هم است، کاسه بزرگی از آب بود. آب بسیار زلالینه و پاک و انگیزنده و جالب و حیات بخش که از چهار جهت فوران میکرد، سرازیر میشد و از اینجا جا به جا میشد و از اینجا نقاط دیگه متمتع میشد. از ارزش های آب کابل، یعنی کابل آبنای بزرگ منطقه بود. استاد، در ابتدا اگر از یک تعریف داشته باشین از کابل. این چیزی که بسیار مهم است در تاریخ کابل است که کابل متشکل از باغ ها و زمین های زراعتی و بسیار یک محل خوشگوار دارای هوای خوشگوار و پاک بود، چنانچه یکی از شاهان بسیار بزرگ مغل بابرشاه که در هند سلطنت میکرد یک قدر به کابل علاقه داشت که وصیت کرد که وقتی که فوت میکنه او رو به کابل دفن کنند که باغ بابر شاهد از او است که میخواست که همین آب و هوای خوشگوار همیشه بالای مرکزش باشه. از او خاطر کابل جایگاه خود را در محوطه‌ای که بروز ما به نام افغانستان یاد میکنیم یا در گذشته به نام خراسان یا آریانا هر چیزی که بود، جایگاه خود را بسیار به صورت درست و صحیح داشت. خوب یک حرکت خوب است که تا گذشته ها به خاطر مردم و جوان از این مردم بفهمه که به این منطقه ها کی بودن، چی بودن و چی وظایف اجرا کردن. افغانستان زنده است از برکت امی شهر کونه. یکی از تعهدات ما در نهاد خدمتگزاران کابل همین مسئله است، احیای دوباره کابل، این پایتخت باستانی کشور، رسالت سنگین همه شهروندان به خصوص کابلیان است. با برخوردهای غیر مسئولانه و حتی ظالمانه قرار از تاریخ کابل، کابلی که در حقیقت افغانستان بیان میکنه به جهانیان، کابلی که ارزش‌های مادی و معنوی و مدنیت برای جهانان به جهانیان معرفی میکنه، در حال فراموشی هست. ما فقط تعهد داریم که تاریخ دوباره احیا بکنیم، نه تنها نسل کنونی را، مردمان جهان باید بفهمانیم که مدنیتی که امروز شما را خوشبخت ساخته، یک بخشی از او محصول ذهن و تفکر همین مردم نجیبی است که سرزمینشان کابل عزیز نام دارد. میریم به جایی که برای نخستین بار کابل زیبا چهره شب نمایش بگذارند. کابل گذرهای زیاد داره، اما هر گذر به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، حتی به لحاظ علمی و ادبی ویژگی های خودش داره، داشته و داره. یک بخشی از گذرها متاسفانه به دلایل متعدد فراموش شده در حال حاضر
اما تعدادی از گذرها هنوز زنده هست نامش و مردم با افتخار از او یاد میکنند، مانند این دو گذر، گذر بارانه، گذر شمریزها، گذر سنگتراشی، گذر شوربازار، گذر چندول، این گذر مرادخانی. اینها وقتی شما به یادداشت‌های از محققان و پژوهشگران و مورخان نه تنها کشور ما، مورخان معروف از جهان مراجعه میکنین، هر کدام عمو ویژگی های که گذرها داشته به لحاظ فرهنگی، به لحاظ هنری، به لحاظ ادبی، اونا را روش تبصره های بسیار دلپذیر داشتن و دارن. در گذاری که خودتان زندگی داشتین و دارین، اگر از چه بگوین؟ زادگاه ما گذر بارانه است. گذر بارانه که زادگاه ما است و مثل مادرم دوستش دارم هنوز، از ویژگی های همچنان برخوردار است. گذری که بهترین مبارزین، بهترین شاعرار، بهترین دانشمندار و بهترین وطن پرستار به تاریخ تقدیم کرده. در نقطه قرار گرفتیم که برای نخستین بار کابل عزیزی که هزارها شخصیت مبارز، عالم، دانشمند، قهرمانان واقعی را